بیشک تاکنون داستان‌های زیادی درباره قتل‌های زنجیره‌ای در سراسر جهان شنیده اید. اما امروز ما شما را با بزرگترین و یا ترسناکترین قاتل زنجیره‌ای در تاریخ آمریکا آشنا می‌کنیم. کسی که به 93 قتل اعتراف کرده و تحلیلگران جنایی FBI معتقد هستند که تمام اعترافات وی معتبر است. او میگوید که تمام قربانیان خود را بین سالهای 1993 تا 2005 انتخاب کرده است. این قاتل کسی نیست جز ساموئل کوچیکه. ساموئل کوچیکه در 7 ژوئن 1940 در رینولز جورجیا از مادری که وی ادعا می‌کرد خیابانی بود متولد شد. در سال 1961 کوچیکه به دلیل شکستن شیشه فروشگاه مبلمان در لورین به 3 سال زندان محکوم شد و از آن زمان به بعد بود که او پا به دنیای تبهکاری گذاشت. او در ابتدا در سال 2012 به جرم قتل 3 زن در کالیفرنیا بین سالهای 1987 تا 1989 محکوم شد و دوباره در سال 2018 به قتل 1 زن در تگزاس در سال 1994 محکوم شد. اما از 2018 تا کنون بازرسان او را به 60 قتل مرتبط می دانند و این در حالی است که خود او به 93 مورد اعتراف کرده است. ساموئل کوچیکه ادعا می کند که قربانیان خود را از 19 ایالت امریکا انتخاب کرده است. به گفته خودش زنان آسیب پذیر و خیابانی را هدف قرار می داده. او در این اعترافات به چگونگی کشته شدن آنها هم اشاره می کند. او می گوید با دستان خود آنها را خفه کرده است. اما به گفته FBI مرگ بیشتر قربانیان وی به دلیل مصرف بیش از حد و یا تصادف بوده است. او میگوید 30 ساله بوده که اولین قربانی خود را شکار کرده. اینها تصاویر قربانیانی است که توسط خود ساموئل کشیده شدند. گرچه ادعاهای زیادی در مورد نحوه کشته شدنها وجود دارد، اما خانواده‌های قربانیان به راحتی گمشده خود را از روی این نقاشی‌ها شناسایی کردند. سپاسگزارم که با من همراه بودید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.